سازمان هست که هم بر اساس تکلیف وارد انتخابات شدن و هم بر اساس تکلیف خارج شدن از انتخابات به خاطر منافع ملی. ما حرفمون اینه که انتخابات فدراسیون فوتبال باید در 19 دی برگزار بشه. آقای هاشمی یادشون رفت در واقع توضیح بیشتری در مورد این نامه آخریشون بدن. ایشون به دلیل اینکه آقای صفای فرانی در روز یکشنبه گذشته بعد از جلسه کمیته انتقالی و نامه‌ای که تنظیم شد برای فیفا برای اینکه نوک جانبیه به عنوان انتخابات پیشنهاد بشه، آقای صفایی نامه رو امضا نکردن، اعلام کردن امضا نمی‌کنم، پیغام دادن به سازمان، آقای صفایی مجبور شدن امضا کنن به خاطر اینکه ما روز جمعه گذشته تعطیلات شروع تعطیلات فیفا رو داشتیم. ایشون امضا کردن نامه رو به اجبار و در طی نامه‌ای به آقای فرهانی اعلام کردن با توجه به اینکه شما در واقع نامه رو امضا نکردید برای جلوگیری از اتلاف وقت، بنده نامه رو به فیفا اعلام میکنم که تاریخ انتخابات رو پیشنهاد میکنم. که خب خوشبختانه فیفا رخ داد و اعلام کرد که انتخابات شما در 19 دی برگزار بشه. ما امیدواریم که به هر حال مطلب جدیدی از این نامه ها و اساسنامه ها و مطالب این چنینی تا 19 دی در نیاد دوباره که ما مجبور بشیم انتخاباتمون رو یه بار دیگه به تعویق بندازیم یا مسائل دیگه‌ای داشته باشیم. ضمن اینکه انتخاباتی که در 15 آذر به تعویق افتاد رسما در نامه‌ای است که از طرف فیفا اومده و پیشنهاد کرده که انتخابات رو تعویق بندازیم. آره انتخابات آیا صفحه انتخابات 19 دی برگزار میشه؟ مشکلی که نیست. البته فرمایششون تمام شد. باش 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 خواهش دارم شما صحبت تموم شد. من صحبتم تموم شد، اما احساس میکنم اگر آقای فرهانی به صحبت بنده پاسخ بدن من باید پاسخ بدم به صحبت. اگر زمین مسئول شدی واقعا فرصت از شما خدافظی کنیم. ما صحبت های آقای صفایی میشه اگر لازم شد بازم دوباره دوستان با شما تماس میگیرم. ان شاء الله که ادارتم رعایت بشه. خیلی ممنونم. ما خواستیم شما تشریف بیارید از دوستان سازمان خود سازمان نمیدم. خیلی ممنون آقای آخوند. آقای اولا که من نمیدونم ایشون چقدر اطلاعات دارن، چون من فقط ایشون در یه جلسه ای که در 4 دسامبر در کوالالامپور برگزار شد و توی سفر خارجی بود ایشون تشریف آوردن و در بقیه مسائل بنده ایشون رو جایی ملاقات نکرده بودم. اینجا فرمودن توافقی نشده، نماینده سازمان در جلسات کمیته انتقالی در موقع تهیه اساسنامه 3 نفر بودن، آقایان رغبتی، آقای هاشمی و آقای انصاری‌فر. پس این که فکر کنن که ما باید می‌رفتیم با رئیس سازمان توافق می‌کردیم اصلا وظیفه ما نبود، وظیفه آقایون بود. ایشون هم میگه چرا شما نرفتیم به رئیس سازمان بگید؟ مگه من باید به رئیس سازمان می‌رفتم می‌گفتم؟ بعدم اگر ما رفتیم تونستیم اساسنامه رو تا این حد تنزل بدیم، چطور اینجا نماینده فیفا نیستیم وقتی که میریم عضویت ایشون رو جا میندازیم نماینده رو اصلاح میکنیم، اینجا نماینده فیفا نیستیم، باید میرفتیم و این کمک ها رو میکردیم. ولی حالا که مشکل به وجود اومده نماینده فیفاییم. خیلی به نظر من جالب توجهه، یعنی من که رفتم اونجا قول دادم رئیس سازمان بودم که میخواستم عضو بشم، من میخواستم اصلا کرسی بگیرم، من معاون سازمان بودم که میخواستم کرسی بگیرم، یا آقایون بودن، چطور اونجا ما منافع ملی رو حفظ کردیم؟ چطور آقای علی آبادی کرارن در جلساتی که مصاحبه کردن گفتم ما با کمیته انتقالی هماهنگیم؟ پس این هماهنگی کجا بوده؟ اگه ناهماهنگ بوده و چرا اگه آقایون فکر میکردن که یه همچه اتفاقی افتاده ما مقصر بودیم؟ ایشون اشاره کردن که آقای علی آبادی بر اساس تکلیف اومدن، بر اساس تکلیف رفتن. خب این نظر نقطه نظرهای ایشونه. من اگه میخواستم مشکل ایجاد بکنم، من فقط برای اینکه بدونید فیفا بلافاصله بعد از اعلام ریاست جمهوری بلافاصله با ما تماس گرفت که آقا شما که میگفتید که دولت هیچ دخالتی نداره، رئیس دولت ایران صراحتاً اعلام کرده که در توصیه به رئیس سازمان برای اینکه بیاد نامزد بشه ایشون دستور داده و در برکنار شدنش هم ایشون دستور داده. بیش از این چقدر میخواستیم دولت دخالت بکنه در فدراسیون فوتبال؟ این بحثی بوده که اونا ما مطرح کردن. حالا الان یه بحثی که ما تازه مطرح کردیم، گفتیم ما بخشی از این مطالب روزنامه منعکس میکنن، اشتباه منعکس میکنن، وگه نمیتونیست میگیم آقا دقیقاً درسته. حالا الان شما به عنوان رئیس کمیته انتقالی آیا دوست دارید که انتخاب 19 دی برگزار بشه یا نه؟
ببینید ما دوست داشتیم مثلا 23 مهر ما برگزار بشه، هیچ مشکلی هم در 23 مهر ما نشد، یه بلا هم اصرار کردیم، آذر هم نشد، 15 آذر نشد، الان 19 دی، الان هم در 19 دی من برای که حضرت عالی بدونید، خود آقای هاشمی هم میدونن دقیقا به نامه ایشون پاسخ ندادن. یعنی موقعی که بنده به فیفا نامه نوشتم و ایمیل زدم و دفتر خود ایشون ایمیل زدم، فیفا پذیرفت و با شرایطی هم پذیرفت که اصلا اینا فکرشو نمی کردن. همین آقایی که الان میاد پشت تلویزیون اینجوری رو بحث میکنه، ایشون در افسی تشریف داشتن، خب چطور اونجا ندیدن که چه بحثایی انجام شد؟ حالا الان سوالی که میمه هنوز با من میخوام ببینم من مخاطب بینن الان میخوام ببینم 19 ده انتخابات شما میخواه برگزار بشه؟ ببینید 19 ده که انتخابات برگزار میشه برگزار مشکل نداره؟ از نظر ما مشکل نداره، ولی به شرط که من بارها گفتم یه دفعه مثلا دو مرتبه خواب نما نشیم که قبل از اینکه انتخابات برگزار بشه ببینیم دو سومشون دو مرتبه. نه اگه هیچ اتفاقی نیفته با همین اتفاقی که آقای شهرنازی و آقای کفاشیان انتخابات برگزار میشه، بله، بدون هیچ گونه ثبت نام مجدد؟ نه بدون هیچ گونه ثبت نام. اگه کسی اگر کسی انصراف نده، شما از ابتدا هم گفتم دفعه قبلا ما نمیخواستیم کسی انصراف بده، ما نبودیم که انصراف دادیم، ما اصلا همانقدر که 12 نفر انصراف دادن بالاخره قسم حضرت عباس رو قبول کنیم یه دوم خروس رو، چجوری میشه که 12 نفر کاندیدن بنا به دستور سازمان انصراف میدن؟ حالا ما بریم دیگه، الان یه بخش دیگه برنامه الان با هم بریم، بعد دیگه برمیگه میگه الان چیکار باید بکنه، حالا که به همچین یعنی به اینجا رسیدیم چه بکنیم که درست بشود، حالا بقیهش میزنیم بازی بحث مفصلی که ما الان فکرم چقدر نه نه 2 ساعت و نیم داریم با شما صحبت نه چقدر خیلی خیلی شده من فهمیدم خیلی اینجا نه سر شما سرتون نیست صفایی این سلام خیلی معنی گستنده شما نرسیدم سر یه بخش دیگه برنامه ببینید تو یخ نزدیم بعد برمیگنی دوباره بحث ادامه خواهیم داد. محسن بنگر مدافع تیم سپاهان با کارت زردی که در بازی با مثل کرمان گرفت سه کارته شد و دیدار حساس تیمش برابر سایپا را از دست داد. شهرام گودرزی بازیکن تیم برق شیراز به دلیل آسیب دیدگی نمیتواند در 20 روز آینده در تمرینات تیم برق شرکت کند. میسر با او هافک سابق تیم استقلال که برای تیم الشعب امارات بازی میکرد از این تیم اماراتی جدا شد. حسین کعبی بازیکن تیم لستر سیتی در فهرست فروش زمستانی این تیم انگلیسی قرار گرفت. تیم استقلال که برای برگزاری یک اردوی آمادگی 12 روزه به امارات می رود با تیم النصر این کشور یک بازی دوستانه انجام خواهد داد. وحید هاشمیان اعلام کرد در مرحله اول رقابت های انتخابی جام جهانی 2010 تیم ملی ایران را همراهی نخواهد کرد. سانجان اورسوویچ بازیکن مقدونیه تیم استقلال تهران برگه تسویه حسابش را دریافت کرد و به زودی از ایران خواهد رفت. و عباس محمدی دروازه‌بان تیم سپاهان اصفهان به دلیل آنکه در دیدار با صنعت نفت آبادان داور را هل داده بود 4 جلسه از همراهی تیمش محروم شد. خب 23 دقیقه از یک بامداد گذشته چیز نگه 480,000 نفر در مسابقه شرکت کردن، یه باری چند دقیقه پخشش میکنم یکم ریتم تندتر کنیم چند سوال جواب کوتاه با هم انجام بدیم. آیه این یه بحثی که اینجا مطرح است، میگن که این قضیه که انتخاب برگزار میشه نام نویسی مجدد که در واقع قرار است انجام بشه آیا مشکل بعدا ایجاد نمیکنه؟ چون شاید خیلی به خاطر اینکه فکر میکنن آقای علی آبادی قطعا رئیس فدراسیون میشه نمیدن تو انتخابات شرکت کنن. خب الان که آقای علی آبادی نیست شاید مثلا اگه برگردیم اون تا
تاریخ آقای علیابادی نباشه در کار بیان شرکت کنن. کسی منعشون نکرده بوده که آیه. خب گفتن رقابت اینجوری بوده که قطعا بهنه میشده آقای علیابادی دیگه.